رازهای مخفی حمله بر امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. شاداب امین بگزاد در صفحه رسمی فیسبوک خود می نویسد: رازهای مخفی حمله بر امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری. صالح ممکن است یکی از کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری باشد. رقیب او کیست؟ چی کسان حذف فیزیکی مردی را می خواهند که هنوز متهم به فساد، معامله‌گری، نجات پرستی، سوء استفاده از موقعیت سیاسی، غصب زمین و یا هیچ گونه کارنامه ناکام ندارد؟ دوبار تلاش برای حذف فیزیکی مغز استراتژیک، و اما استخباراتی افغانستان تنها کار مخالفان مسلح بودن نمی تواند. من از موافقان به ظاهر او می ترسم. صالح سیاست روز را می داند. عقل او 5 سال بعد از امروز را خیلی خوب پیش بینی می کند. صالح در دل خود رازهای بزرگ سیاستمداران افغانستان را دفن کرده است. در جریان 10 سال خاموشی صالح، همفکران قدیمی او که بر رقیبان او مبدل شدند، هرگز فکر نکرده بودند که صالح شخص دوم مملکت شود. صالح شاید نخستین سیاستمدار تاجک تبار افغانستان است که روان پشتو حرف می زند، به معنی اینکه او از قلب پشتون ها صحبت می کند. با هزاره های افغانستان رابطه نزدیک دو طرفه دارد. ازبک ها به او اعتماد دارند. شاید در صورت که آقای صالح نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده باشد، رای اکثریت را کسب کند، زیرا مردم افغانستان دیگر به دو پاسپورته های فراشوتی باور ندارند، حتی اگر مغز متفکر باشد. و این همه را رقیبان صالح درک کردند، زیرا کسانی که شاید رقیب آقای صالح باشند در امتحان مردم چه از دیدگاه قومی و چه از نگاه فکری ناکام مطلق بودند، از مجاهدش گرفته تا کمونیست های فرسوده. موافقان به ظاهر یا دشمنان پنهان، کسانی که متهم به تمویل داعش، ناامنسازی شمال، حذف فیزیکی چهره های جهادی و مقاومت، سازماندهی انتخابات 2014 و آنانی که در پی حذف فیزیکی مارشال دوستم بودند، آنان تنها چهره خود را بدل کردند، موقعیت نه. آقای صالح آنان را خیلی خوب می شناسد. از همین رو صالح لازم نبیند که حملات علیه او بررسی شود. چرا قصد ترور صالح را دارند؟ رقیبان او کارنامه های ناکام بیشماری دارند. شاید آنان تا همین چند ماه پیش فکر میکردند در صورت برگزاری انتخابات آینده یک بار دیگر با یک رقیب ضعیف همچون گذشته روبرو باشند، اما ظهور جدید امرالله صالح با 180 درجه تغییر رقیبان او لرزان کرد. از همین رو تصمیم به ترور صالح گرفتند. آنان تجربه های ترور را دارند. آنان چهره های مطرح را ترور کردند. آنان وابستگی جاسوسی خارجی دارند که تا همین 15 سال پیش کسی حتی نامشان را نمیدانست، اما یک باره همچون سمارق سبز شدند، از وزارت تا کجاها که پیش نرفتند، و حالا با رشد سیاسی امرالله صالح خوابشان حرام گردیده. از این رو طرح ترور صالح را طراحی کردند تا قبل از حتی زمزمه های انتخابات بی‌رقیب باشند. تروریست های هماهنگ. طرف در 20 سال گذشته از گزینه حذف فیزیکی استفاده کرده،
از جنرال داوود شهید تا استاد ربانی تا مولانا سید خیلی و چه کسانی که همین لحظه نامشان را بیاد ندارم و حالا طرح ترور امرالله صالح روی میز تروریست داخلی. راستی صالح با هر چی سیاست مداره که تا حالا تجربه کرده اید فرق دارد. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید، منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.